خونی سیاهوشم، من خونی سیاهوشم، از خونی سیاهوشم، من خونی سیاهوشم، از جام سفیدانم، هر جام دمی پوشم، از جام سفیدانم، هر جام دمی پوشم، هم ساری عوستارم، هم آتشی زردوشم، هم سال عوستایم، هم آتش زردوشتیم، ما آتش زردوشتیم، ما کشته نمی کشتیم، ما آتش زردوشتیم، ما کشته نمی کشتیم. اسماعیل سامانی دیوار بخارا بود، ما هم وطنی اویم، او هم وطنی ما بود، ما هم کوی خارایم، دیوار بخارایم، ما هم کوی خارایم، دیوار بخارایم. یک تاریخ از ما بود، یک تاریخ از دوسیم، هم دارسی خاموسیم، هم دارسی ناموسیم، هم شریف الدمسی، هم شریف باره، هم شهری به ناموسیم، هم شهری به اقبالیم، هم شهری به اقبالیم. از خون سیاهوشم، هم خون سیاهوشم، از خون سیاهوشم، هم خون سیاهوشم، از جام سفیدانم، هر جام نمی پوشم، از جام سفیدانم، هر جام نمی پوشم. هم سال عوستایم، هم آتش زردوشتیم، هم سال عوستایم، هم آتش زردوشتیم، ما آتش زردوشتیم، ما کشته نمی کشتیم، ما آتش زردوشتیم، ما کشته نمی کشتیم. سلام استاد، من در برم پویاند بر این دراهی، دوست سلام استاد، بر ما نظر کن کارهیم زین گمراهی، دوست سلام استاد، دستم بگیر و رهایم کن براهی، دوست سلام استاد، یا لابه کن یا مدربه یا همراهی. نگو سلام، بگو درود، نگو شعر، بگو سرود، نگو شکر، بگو سپاس، ولی مقصد همه خداست. اینجا ایران یه گربه یه 7000 ساله که زنده است و وقتی که نفت خام دار، اینجا چهار فصل ولی تو دل مردمش فقط برف زمستون و سرمایه دار، اینجا آینه ها تو رو به تو نشون نمیدن، ببین گربه منو به کجا کشونده. می زهرا و حسین و علی شدن نماد ایثار، عدل علی جدیه و سربریدن با چوبه دار، ثواب یعنی مرده پرستی و ساختن امامزاده، تکذیب و توهین به تاریخ 7000 ساله ما، قادسیه دوم انقلاب 57 خمینی، قتل عام مخالفین و خون برای نهضت حسینی، دزدان ناموس شدن به حکم دین طلایه دار، لعنت به دین و رهبر و بنیان این استثمار. می نویسم از غروبم، از سقوط 7000 سال، میشه شهرگری را از کهن، ما برای دیگران بگذاشتیم. برای بهتر دیده شدن کانال ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از آپلود جدیدترین ویدیوها با خبر بشید. از همراهی و حمایت شما سپاسگزاریم. ز پندار و گفتار و کردار نیک، فریدون فرخ فرهمند شد، خرد پیشگان نیز از راه او، برفتند تا دیو در بند شد. از این سه بجو راه جنات عدل، رهی که از عدن تا
خداوند شد. این رو در ابتدای کتاب از میترا تا محمد حدود 40 سال پیش نوشتم و خرسندم که امروز همه با هم داریم راهی رو میریم که فردای ایران رو به گونه دیگری رقم میزنه. خبر خیلی خوبی که امروز براتون دارم، پیروزی شما مردم ایرانه، پیروزی شما سلحشوران آریایی است. خیلی دقت کنید، امروز ببینید شما چیکار کردید. شما دنیا رو به هم ریختید، یه زلزله جهانی به وجود آوردید. امروز میخوام از این زلزله جهانی براتون بگم. این زلزله جهانی رو از 2 ماه پیش شروع کردیم، دقیقا کمتر یا بیشتر، و میدونید که شاهزاده رضا پهلوی همونطور که من گفتم 160 تا سخنرانی و صحبت و مصاحبه داشته. یکی از بچه ها من گفت آقا ما پالتاک و این مصاحبه های این وری و چیزی که ازش منتشر شده جمع کردیم. نه، تقریبا 500 تا سخن داره، یعنی 500 بار شاهزاده صحبت کرده، یا در پالتاک و یا در جای دیگه با مردم و نمیدونم روی تلویزیون ها و پیام های خصوصی خود. 500 تا خیلی ها، مثلا ما 3420 این برنامه ماست امروز که میریم، 3420 برنامه تلویزیونی. حالا بگذاریم که رادیو آوا ایران هم برنامه هایی داشتیم، اما شاهزاده عزیزم 500 تا. خب خیلی مهمه، 500 تایشون صحبت داشته تا کنون، و جالبه که فقط همین آخری لرزون دنیا رو. چرا؟ این رو اخوان سالس به ما جوابشو میده، مهدی اخوان سالس میگه حرکت از آن بود که محرکی بود. خیلی از موارد و مسائلی که ما مطرح کردیم در این چند برنامه اخیر که زلزله در جهان و در نظام جمهوری اسلامی وجود آورد، صحبت‌هایی بود که شاهزاده قبلا هم جان داده بود ولی بهش توجه نشده بود. اون رابطه با مذاکرات مجازی با مسعود رجوی اصلاً چه بتونه برنشون دادیم، مسلح به تظاهرات رفتن که اگر شما رو زدن شما بزنید، و خیلی چیز دیگه شو شما میدونستین که گفته بود من نمیخوام شاه بشم، من جمهوری رو ترجیح میدم. اینا رو شنیده بودید، ولی میخوام بگم اینا قبل بود ولی اصلا اون جنجال صدا رو به پا نکرده بود. این بار وقتی ما اومدیم پشت این قضیه، اینقدر این مثل توپ تو دنیا صدا کرد. خیلی مهمه، خیلی مهمه که واقعا غیر قابل تصور بود. این غیر قابل تصور بود که این گونه رژیم پوشالی ولایت فقیه رو بلرزونه. خیلی تحول به وجود آوردید، لرزون به گونه ای که اول از همه خود شخص خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی برای نخستین بار اومد ترس و وحشتش رو از شاهزاده رضا پهلوی که میخواد با مجاهدین خلق مسعود رجوی بیاد مطرح کرد. حاکمیت فاسد و وابسته پهلوی سبک زندگی غربی در کشور بود. انقلاب آمد اونو پس زد، هر کس برگرده به اون مرتجع. انقلاب کبیر فرانسه بعد از حدود 12-13 سال، انقلابی که علیه پادشاهی علیه سلطنت به وجود آمده بود، بعد از 12-13 سال مجدداً کشور فرانسه سلطنتی شد. این مسئله همه شنیدید که خودش اومد این ترس رو مطرح کرد. وقتی که من اومدم مشخصاً این دوتا رو با هم پیوند دادم، گفتم تشکیلات اصلاح شده غیر دینی شده شورای ملی مقاومت و شاهزاده رضا پهلوی با متحد بشن، همونطور که از سالها پیش شاهزاده میخواسته، اینها رو به دانجا رسند که اینا چون میدونستن منفور جهان هستن که الان دیگه دارن میرن. و بعد پشتیبانی های جهانی رو هم شما دیدید، این بار ما پشتیبانی جهانی داشتیم که هیچگاه اینو نداشتیم. همون مثال بهتون زدم که 3 تلویزیون مال 3 قدرت انگلستان، امریکا، عربستان سعودی که پشتیبانی کردن زمین قضیه و الی آخر، یعنی مجبور شدن چون دیدن که چاره دیگه ای نداره دنیا،
اگر صلح و آسایش و آرامش میخواد و بویژه جنگ یمن که عربستان سعودی رو به زانو در آورده و نقش تعیین کننده عربستان سعودی در دیپلماسی جهانی داره، خب این اینا خیلی ترسیدن. از اون طرف خانم مریم رجوی که با این پروژه مخالف هست و بوده برخلاف شوهرش، ایشون هم به تکاپو افتاد و کارهای غیر قابل تصوری انجام داد. مثلا میدونید که یکی دو هفته دیگه این سالگرد جشن شهیدان اینا هست، نمیگن حالا ولی 120 هزار تا سال 60 کشته دار و بقیه رقم رو نمیدن، باید بدن توسط خمینی، لاجوردی و امیر باند رئیسی الاخر. سه چهار هفته دیگه این مراسم هست که هر سال میدونید که برگزار میکنن، حالا چند سالی که فقط روی زوم و این هاست، در پایگاه خودشون فیلم میگیرن اینا، ولی سابق در یک استادیوم ورزشی بسیار بزرگی در پاریس انجام میشد. اینها با اینکه نزدیک بود ولی یه زودتر از اون دو تا مهمان بزرگ رو دعوت کردن، خانم رجوی یعنی شخص خانم مریم قاجار، که اومدن اینجا همون حرفی رو زدن که همون ترسی رو که هم مریم داره هم نظام جمهوری اسلامی داره از بازگشت نظام شهریاری و پادشاهی به ایران. این دو تا شخصیت، یکیشون آقای مایکل پومپئو بود و دیگری آقای مایک پنس، هر دوتای اینها از شخصیت‌های بزرگ امنیتی و سیاسی امریکا هستن. هر دوتاشون معاون رئیس جمهور امریکا بودن، وزیر بودن و آقای مایک پنس رئیس سازمان سیای امریکا بوده. خیلی مهمه. اینها هم یه اومدن که این شهریاری در ایران، همونطور که خود اینا شاه رو سرنگون کردن، خود اینا شاه رو کشتن، حتی دانیل ژلن هنرپیشه ای که فرانسوی نقش شاه رو بازی کرد به من گفت و همه هم میدونیم خاطرات شهبوله رو که بخونید کهندیارا همین به وضوح دیده میشه که اینها هدفشون کشتن محمد رضا شاه بود که زنده نرسه به مصر و اینها. خب اینا یه بار دیگه نشون دادن که شهریاری رو برای ایران نمیخواد. شما الان میدونید مردم ایران همه شعاری که دارن میدن رضا شاه رو شاد هست. من همین دو سه هفته ای که در رابطه با ائتلاف، اتحاد، همبستگی مجازی مطروحه شاهزاده با مجاهدین خلق صحبت کردم، افرادی که لوب به قضیه رو نگرفته بودن بودن چند نفر میمدن میگفتن سیاوش چه حرفی تو زدی، تعجب میکردن. یعنی همه بر این باورن که میگن اینا نه. خب وقتی که جریانی از تشکیلات داره، تشکیلات قوی داره، لابی داره در سطح جهانی، پول داره، پول قدرت بالایی داره، ولی وقتی تو مردم جایگاه نداشته باشی نمیتونی انقلاب به وجود بیاری. انقلاب باید به وجود بیاری، وگرنه کودتا باشه باید خود رژیم کودتا بکنه. کودتا شما اینا که نمیتونن کودتا بکنن که. خب این خیلی وحشت به استعمار نوین، جهانخواران، نظام ولایت فقیه و دیگر انداخت. و از اون طرف که اونها چه کردن، از این طرف هم شما ببینید فقط آقای مایک پنس مشاور و معاون اول رئیس جمهور بوده، وکیل مجلس سالاست، پدرش تهی‌دست بوده، ایشون مال ایرلند اومده اونجا رسیده، آقای پومپئو هم مال ایتالیایی هست که رفتن اونجا چه کردن، خانواده هر دو مسیحی خیلی متعصب، مسیحیایی که حتی اینا با سقط جنین دوتاشون اینا مخالفن، با سقط جنین کردن بر امریکا مطرح. شما ببینین حرفایی که آقای رئیس سابق سازمان سیای امریکا، معاون اول رئیس جمهور امریکا سابق میزنه، شما ببینید چقدر خطرناکه برای کسانی که هوادار شهریاری برای ایران هستن. وقت شما برید در خارجی دخیل ببندین صبح تا شب آه و ناله و زاری بکنید. ببینید کانون‌های شورشی شما متعهد به حقوق بشر و آزادی و دموکراسی هستند برای همه مردم و یک دیدگاه برای یک ایران آزاد و امیدی و الهام بخش برای همه جهان. مریم رجوی برنامه ده ماده‌ای خانم رجوی برای آینده ایران متضمن آزادی بیان، آزادی اجتماع، آزادی برای همه مردم ایران که رهبرانشون رو انتخاب کنند.
همون پایه هایی که بنیاد هایی که یک ایران آینده رو در واقع خواهد ساخت. رژیم تهران میخواهد دنیا رو فریب بده تا باور کنند که تظاهر کنندگان در ایران میخوان به دیکتاتوری شاه برگردند. ولی میخواهم به شما تضمین بدم ما فریب دروغهای اونها رو نمیخوریم. پس بگذارید از همه شما که اینجا هستید بپرسم تا همه دنیا بشنوند. آیا مردم ایران میخواهند یک دیکتاتور رو با دیکتاتور دیگری جایگزین کنند؟ Or do the Iranian people want to live in freedom and democracy for all the people of Iran? دموکراسی برای همه مردم ایران زندگی کنند. خب این خیلی مسئله مهم بود. یعنی ما یه زلزله انداختیم در نظام جمهوری اسلامی. زلزله تازه بازتابی که الان داشته و داره فراتر هست. شما دیدید دیگه با این زلزله‌ای که ما آفریدیم، مطرح کردم منو و صحبت‌های ما که تا این 40 سال همواره حساب شده و منطقی بوده، این یک مانور قدرتمند سیاسی بود که رژیم رو به لرز انداخت و یک تحول جرمی بزرگی در میان خودشون به وجود آوردن. من یادم مانور خیلی مهمه، مانور نظامی دادن، مانور سیاسی دادن، مانور دیپلماسی دادن. ما یه مانوری بود دادیم، وگرنه آرزوی ماست که این اتحاد به وجود بیاد و نظام سرنگون بشه. ولی من شوربختانه بهتون بگم چه اتحادی به وجود نمیاد، چون آنان دارید میبینید که تا چه حد دشمنان ایران همچنان نشستن و ما در غفلت به سر میبریم. شوربختانه، شوربختانه، ولی ما نمره خوبی دادیم. من کودک که بودم، یعنی نوجوان، در 12 سال داشتم، میرفتم کاراته در مشهد. یه باشگاهی بود بالا خیابان و باشگاه بهرامی و آقای زمانی نامی بود که رئیس بود اونجا، رئیس کاراته. و به من کاراته یاد میداد و میگفت به ما که درس اولی که به ما داد گفت ببینید در کاراته مثل رزم و جنگ دیگری پیش از این که بزنی باید فریاد بزنی، باید پیش از این که با ضربت طرف رو بترسونی بایستی با فریادت بترسونی. به خاطر همین که یا این صدای بروسلی رو دیدین، صدای اجدا در میار میرفت اینا، اونقا بروسلی هم خیلی مد بود. اونو ما آموختیم که اول باید فریاده رو بزنی، دعاتو بزنی که بترسه. مانور همینه، مانور. تا دو تا کشور میان فکر میکنن که کسی بهشون میخواد حمله بشه، یه میاد مانور نظامی میده، نیروی خودش در میاره، آسمان و زمین و کوچه و خیام نشون میده. ما این نیروی که اندیشه بود مطرح کردیم، اتحاد این دوتا نیرو با هم و بعد رأی مردم. و چون ما مطمئن هستیم که رأی مردم به ما و نظام شهریاری ما بیشتر و بهتر است، ما مطمئن بودیم که میبریم. ولی از اون طرف استعمار نوین هر کاری کرد که نشه. ولی ضربه ای که نظام جمهوری اسلامی ایران خود خیلی قوی بود. اول از همه شنیدیم که گفتن طایب زدن کشتن. ما برنامه خب هفته یه بار دیره خواستم همون کنم بگم که آقا نه نکشتنش، گذاشتنش کنار، یه پست دیگه بهش میدن، مثل بقیه همه سرشو بند میکنن. 13 سال از استفاده کردن تا به مزار کنار. حتی در اون جای خداحافظی با محمد کاظمیشون حضور داره، اونجا حضور داره، یعنی هست. 13 سال به اینا خدمت کرده، از اون طرف به بیگانه هم خدمت کرده. چون اگر نفوذ جاسوسی بیگانه در حکومت ایران نباشه، یه شب هم اینا نمیذارن بمونن. که شما چقدر ساده این شما عزیزان، جامعه اطلاعاتی سپاه در عرصه‌های مختلف داخلی و خارجی و دفاعی و انقلاب اسلامی است و مورد غیظ و عناد دشمنان انقلاب اسلامی است. این همان گونه که این تشعشع و تلعلع در اقدامات می‌درخشه، این استمرارش رو هم باید قوت ببخشیم، هم سرعت. اگر نفوذ قوی نداشته باشن توی اینا که 43 سال دارن،
مگه میذارن قذافی با اون قدرت رو میندازن؟ نیکولا چاوچسکو برید بخونید، با اون قدرت 100,000 نفر پای سخنرانیششون همون سخنرانی تبدیل به ضدش میکنن، ترتیبشو میدن. صدام حسین و همونطور، زین العابدین بن علی رو همونطور، حسنی مبارک رو همونطور، اونا رو از اوج کشیدن پایین در هنگامی که دیدن دیگه باید برن جاشون کسی دیگه بیاد. اما نظام ولایت فقیه کلیتی نظام با اینا بوده و از توش نفوذ دارن. اصلا نظام ولایت فقیه هم موقعی کتاب ولایت فقیه علی روح الله خمینی نوشت، همه فهمیدن که این اصل قند شکر برای استعمار. ولی چقدر روشن فکرها رفتن از خمینی حمایت کردن، چون اونایی که تو باند تشکیلاتی چپ و مارکسیستا و روس و انگلیس و آمریکا بودن، چون اونایی که خر شدن. من وقتی که کتاب خمینی رو خوندم، ولایت فقیه، 16-17 سالم بود. این کتاب الان در مشهد هست. این کوبیتا وقتی به خونه ما حمله کرد، کتابای من برد اون سال، همین بود، اینم چوشه. خواهش می‌کنم بچه‌ها شما برید خود کمیته چی های سابق زندانبانه کنی، برید نگاه کنید. این کتاب ولایت فقیه جیبی کوچیکه. من 15-16 سالم بود وقتی این می‌خوندم، هی بهش پاورقی می‌نوشتم، فحش می‌دادم به خمینی. هنوز موقع زمان شاه بود، خمینی تو نجف بود، می‌گفتم این چه مرتکه دیکتاتور عقب افتاده، چه هی پاورقی نوشتم اینا رو. پاورقی هم هست. خب چطور میشه یهو همه آمدن گفتن آقا امام خمینی؟ همه گفتن امام خمینی. کاری کرده حتی پادشاه بیاد بگه من صدای انقلاب شما رو شنیدم. شعبانو بره با آیت الله خویی صحبت میکنه که آقا تو خمینی رو خلاصه فلان تو این حد. ولی من یه بچه، شما چرا اون کتاب چون نخونده بود کسی، اطلاع نداشت. الان هم مهربان یاران، اگر این اتحاد صورت بگیره که شوربختانه دیر شد، دیگه اینا اومدن بازیاره کردن، میدونید رژیم مگه میتونست بمونه؟ خب حالا رئیس سازمان اطلاعات و امنیت جاسوسی و ضد جاسوسی سپاه پاسداران قدرتمند توی سالها، همه 13 سالش که نیست که دیدیم احمد اینجا گفت من بیرونش کردم از قبل، اینا هم بعدم یه سیستم هم تایب و سعید ما میبینن، یه نفر که نیست دنگه، هیچ فکر نکنین که با یه نفر رفت سیستم هم اینا. مگه سعید امامی اسلامی رو هم نگفتن واجبی خورده ولی الان داره عشقشو میکنه، میدونید کجا زنده است داره حالشو میکنه؟ ها؟ این یه سیستمه که سیستم امنیتی هست. بعد توی کشورها وقتی که احزاب عوض میشه، تو آمریکا، تو اسرائیل، اینا اینجا سیستم هم باید تغییر پیدا کنه. الان آقای نفتالی بنت که مشکل داشت و آقای بنیامین نتانیاهو دوباره میخواد بیاد، این سرویس های امنیتی که برای اینا کار میکنن، افتخارات یه بنیامین نتانیاهو نصیب شده تو این سال، نفوذ داده اینا رو. حالا نفتالی بنت میخواد سود ببره، خب اینا با هم درگیر رقابتی دارن کرسی، خب نمیذاره. ولی سیستم وجود داره. شما فکر نکنید سیستم های جاسوسی کنترل ولایت فقیه و هر جوریشو بخوان رفت، تمام این ترورهایی که شد، بمبگذاریهایی که میشد، چون شیوه اینها اینه که شیوه سعید امامی، شیوه طائب، شیوه همین شیوه اینها اینه که میگن آقا ما دست پیش بزنیم که پس نیفتیم، ما بذار بریم حرم امام رضا رو خودمون منفجر کنیم، بکنیم این مجاهدین خلق منفجر کردم اینا رو سرکوبشون کنیم، بذار ما بریم این فخریزاد رو خودمون بزنیم بکشیم، چون پرونده داره دیگر داره اینا فردا بیرون رو میکنن که این با دختره بود. الان میدونین که دیدین اینا که از همه اینا فیلم دارن که تو رخت خواب، مثل اونی که برای فلسفی زمان پادشاه درست کرده بودن، آقای شجونی حالت خوبه، الان از اینا برای همه اینا دارن. حالا فرمانده دیگه که آوردن تو ترکیه داره میرقصه و میخونه، پشتش هم خانم جوونش رو نم پرستو و اینا، او دیگه حالا میگه ما بازش هستیم بلش کنم اول رفته، ولی بقیه همینا تو رخت خواب فیلم های ازشون گرفتن رو دارن که بیا و ببین. از همشون این فیلم ها هست، این موارد هست از اینها، ولی الان این سیستم اینا نمیتونن سیستم حذفش کنن. تا حالا البته داره زمین سازی ها میشه، پاک سازی میشه، که وقتی که مشتبه رو میخوان اعلام کنن به عنوان رهبر جمهوری اسلامی، که الان تقریبا 15 سال ایشون داره ایران رو میگردونه، یعنی 15 سال
هیچ کسی هم نمیدونه، هیچ کسی هم نمیفهمه، هر کی میگه میگه 15 ساله که مشتبای خامنه ای داره میگلبونه. حالا اینجا شما داشته باشید که زلزله اول که شد ببین میپردازن به مشتبا. زلزله اولی که شد طائب حذف شد. حالا فرد داداش هم هست که اصلا داداش یک سی سایت خدا نمیشونه که اصلا این یهودی اسرائیلیه، اصلا گفتن این یهودیه. حالا کاظمی که میاد، محمد کاظمی میاد سر جای ایشون میشینه. محمد کاظمی رو حتی اینقدر دوستان خبرنگارا و نویسنده ها را دو برنامه تلویزیون اینا نمیشناختنش که چندین عکسی که پخش کردن عکسی او نبود. عکسش همینه که شما دارید میبینید، اینه باتای محمد کاظمیه، شده رئیسش سازمان اطلاعات امنیت سپاه، ولی این هم حفاظت اطلاع، حفاظت یعنی جاسوسی و ضد جاسوسی سپاه رو ریاست چه سالها داشته مدی جاش نیفت. حالا از اون طرف جای این آقای کاظمی رو دادن به کی؟ به آقای مجید خادمی. مجید خادمی اومده الان ایشون هم شده رئیس سازمان حفاظت اطلاعات و سپاه. حفاظت اطلاعات سپاه رو میگن حفاظت بدون، یعنی ضد جاسوسی، جاسوسی و ضد جاسوسی، ایشون رئیسش شده مجید خادمی. این جالب زلزله‌ای که سیاوش اوستا با 5-6 برنامه اخیرش آفرید و صحبت کردیم ما از این اتحاد، از این همبستگی، از این مذاکرات مجازی و توافقات مجازی شاهزاده با مسعود رجوی، اینها ترک کردن تا چقدر همه رو عوض کردن. فکر کردین به همینجا خاتمه یافت که آقای مجید خادمی رو گذاشتنش رئیس حفاظت اطلاعات سازمان جاسوسی آقا مهمترین قضیه دیگه که همین زمان این هفته پیش آمد، فرمانده سپاه حفاظت خصوصی ولی فقیر رو عوض کردم. آقای حسن مشروعی فر اومد شد فرمانده حفاظت از ولی امر و اینا، خودش یک لشکری، یک سپاه اینا، چون وقتی جایی میخواد بره او چند هزار نفرن اینا، ما محافظ داشتیم اینجا 3 نفر اون زمان برای ما گذاشته بودن با ماشین زده گروله. حالا این چند سپاهیه، رئیس سپاه محافظین خامنه ایم عوض شد. خب رئیسش که عوض میشه همه پایینایش هم بالایش هم برشون عوض میشن. ما خواهید دید همه برن توی تعطیلات بازنشستگی و اینا نیروی جوانی رو که از قبل آموزش دادن میرن میذارن که اینها اتوماتیکوار میشن محافظین مجتبی خامنه ای. مجتبی خامنه ای مدت هاست که درس خارج هم میده در قم، در دفتر پدرش، دفتر رهبری در شهر قم، ایشون درس خارج میده. درس خارج برای تو که بخوای بری اونا که راحت نمیدن، که هر طلبه‌ای که بخواد رو راش نمیدن، نیرو داره میسازه اونجا، پای درسش میشینن، حرفاشو گوش میکنن، بعد کنترل دارن میشن. اینا همه 40-50-100 نفر که اونجا هستن، اینها چشماشون، گوشاشون، حرفاشون، وقتی میرن بیرون تلفن هاشون همه توی سالها تحت کنترل بوده و هست، از توی اینا در میارن همه آدمایی که الان بهش دارن کم کم نزدیک میشن و خواهند شد. شما خواهید دید، چون خودش هم دیگه به طائب و قدیمی ها احتیاج نداره، همچنان که به قاسم سلیمانی هم دیگه احتیاج نداشت، همچنان که و خیلی خیلی دیگه. این که میاد باید تیم نو بیاره با خودش. البته این درسی که ایشون توی قم میداد، درس خارج، مورد مخالفت این مراجع تقلید و قم هم بود. گفتن آقا چرا اومده جای باباشون درس میده و فلان درس خارج میده، چون اینا دکو میدیدن دیگه، نه یک آیت الله برای ساخته شده، اینا میترسیدن از این قضیه. الان پس از این که تقریبا، چون خطرناکترین شخص طائب بود برای مجتبی، با اینکه سالها با ایش رفیق بود، از مشهد با ایش رفیق بود، چند سال طائب بزرگتر بود از مجتبی، ولی از مشهد اینا با هم رفیق بودن، همدیگر میشناختن، مثل که رئیسی اینا از مشهد اینا با هم سلام علیکی داشتن، همدیگر میشناختن، رفیق بودن. ولی طائب با اینکه خیلی خدمت کرده بود، ولی
خدمت 20 درصدی به ولی فقیه کرده بود و نظام جمهوری اسلامی 70 درصدی به استعمار نوین، یعنی کارای مهم حذف آدمایی مثل قاسم و کسای دیگه و رفسنجانی و اینا واسه گرفتن آدمایی مثل رولازم و فلان اینا که این در رقابت وزارت اطلاعات دولت هم کار میکردن. این دوتا جناح، این دوتا جناح رو یادتون داره، دوتا جناح مغز که علی خامنه ایست ولایت فقیه، علی فضل علی خامنه میشه ولی فقیه رو حفاظت میکنه. برای این دوتا جناح مأموریتشون حتی بعضی کارشون متضاد خواهد بود با هم، درست مثل سازمان های جاسوسی، جاسوسی ضد جاسوسی. یک تشکیلات امنیتی کار جاسوسی میکنه، ضد جاسوسی هم میکنه. حالا این دوتا بال کار اپوزیسیون هم انجام میده، کار موافقین هم انجام میده. ملاحظه بفرمایید. خب الان تنها جایی رو که مجتبی مونده بایستی صاف کنه برای خودش مراجع تقلید هستن. با سیستانی در عراق مشکلی نداره، چون عراق داره کار خودش رو میکنه تو عراقه. تو خود ایران، تو خود ایران یک سیرونایی که جوان هستن که، ولی پیرپاتالا که قبولش ندارن، درست مثل پیرپاتالایی که شاهزاده رضا پهلوی قبول ندارن. تا میبیننش به جایی که بگن قربان درود بر شما، وظیفه چیه، دستور چیه، چه کار باید بکنیم، هم تا میبیننش آقا اینجا اونجا همه نظر میدن. به حسن و تقیه غلام علی هم زنگ و تمام، آقا این رو به رضا پهلوی بگو، آقا به رضا پهلوی بگو این کار بکنه، آقا به رضا پهلوی. همین سیستمی که میبینید خصلت ایرانی پیر شده در مجتبی خامنه ای هم هست. هرگز علمای حوزه های علمیه قم و مشهد و شهر ری هم داره و هر جا داره ایران باباشو قبول نکردن، باباشو اینا قبول نکردن به زور پول و فلان اینا رو وقت مشتبه میان قبول کن. حالا کار بعدی که دیگه تائب نیست، این هاست باید دید تا چهار توانهشو دارن، اینه که شما خواهید دید از این پس این آخوندای دایناسوره پیرپاتاله همینه که حوزه‌های علمیه اینا یکی یکی باید برن، یعنی صاف باید بشن که وقتی که قدرت میگیره یک سر صدای همون موقع برای علی علی خامنه‌ای در اومد، همینان الان اونجا، همینان که اون موقع بودن پیرتر شدن، تازه خامنه‌ای نیست بچه چیه که بعض وقتا رفته دست رو مجتبی خامنه‌ای باید ترتیب این حوزه‌های علمیه قم رو اینا رو هم بده. بعد از اون خواهد بود که هر چه سریعتر اینا رو بکنه به قدرت میرسه و اعلام میکنن. باباشم که من معتقدم بود شما گفتم و بارها گفتم این کلونه، اینه که ببینید این سید علی خامنه‌ای اصلی نیست، این درست مثل همون هبت الله که اصلا وجود نداره داره رهبر میکنه، درست مثل آقای بایدنه، بایدن الان داره آمریکا رو میگردونه، آقا هر کاری که میخواد بکنه مینویسن میدن همیشه دستش. حالا تو این فیلمه اشتباه کرده یه چپه گرفته، فیلم بعد فیلم هم گرفتن، بعد تیکه تیکه کارش، بعد میگن آقا ما برای اوباما هم همی کردیم. آره چون اوباما هم سیستم گورگ سایروس رئیس جمهورش کرده بود. سیستم گورگ سایروس فرق میکنه حزب دموکرات با حزب جمهوری خواه امریکا. حزب جمهوری خواه امریکا زیاد وابسته به گلوبالیسم نیست 100%، برای اینه که بوش موشنا رو گذاشت نگیرن، ولی این شما این حتی که آقای بایدن دنیا رو داره میگردونه رو نوت باید بخونه هر دو دقیقه یک دقیقه کاری که باید انجام بده، خیلی مهمه. خب سرکار خانم آذر شیوای عزیزم، این نازنین مهربان 82 ساله شد در این ماه جون و شاد باش بهش میگم. خانم آذر شیوا همیشه میگه ما فقط یه هنرمند داریم، یک حنجره طلایی داریم، دوم هم نداریم و اونم استاد اکبر گلپایگانی است. میدونید که جشن تولد بانو آذر شیواست نزدیک و رفتیم تهران در خونه استاد آواز ایران، مرد حنجره طلایی، نام‌آور موسیقی ایران در جهان رو زدیم بعد از اینکه ایشون واکسن کرونا رو زدن و چقدر خبر خورسند کننده بود برای همه جا پخش شد. حالا استاد گلپا در خدمتشون هستیم و ببینیم که در رابطه با خانم آذر شیوا چی میگن. استاد گلپایگانی درود بر شما، حالتون چطوره قربان؟ خیلی متشکرم و خیلی خوشحالم که باور کن 300 تلفن بیشتره. به به خانم آذر خب قبلا هم تلفن میکردین نمیشده،
برای اینکه این گفتید گلوی خانم موبایل گلوی خانم خراب شده. آها حالا درست شده. آها حالا دیگه درست شد. خب بخواب بخواب اینقدر خوشحال شدم خواهر عزیز به من تلفن کرد و گفت مخون سارا با یه جشن تولد بگیریم برای خانم آذر شیوا. چقدر خوشحال شدم گفتم نگاه کن اینا همه دارن میدونن دنبال این که این ستاره ها رو حفظ کنن. اینا ببینید خانم آذر شیوا نباید با این تنهایی حالا بعد همه دنبالش میگشتن درود مثل پروانه به دوری درود باشه. ولی خب این دیگه روزگاره این روزگاره درود باشه. ما هم آرزوی صمیمیت بکنیم خدا کنه که سالم باشه این سلامت خیلی زیبا درود باشه. سلامت سیامت و خدا به شما عمر زیادی بده که بتونید زیر بغل اینا رو بگیرید. قربونتون قربونتون برم. هم خوشحالم که واقعا این خانم شیوای خانم با شخصیتی بود که در کار سینمای ما بود و واقعا هنرمند بی‌نظیریه. حالا دیگه روزگار اینطوریه این خانم تبلدشونه. کاش من بودم و می اومدم و یه کادوی قشنگی براش می گرفتم که همیشه یادگار بمونه برام. چون واقعا این هنرمند با کلاسیه. ما باید اینا رو قدرشون رو بدونیم. هیچ وقت خودشون نفروخ و هیچ وقت هم فیلم رو بد ندادن بازی کنه. همه کارهایی که میکرد کارهایی بود که در سطح بالا بود. امیدوارم که سالم باشه، خوشحال باشه، مریض نباشه. این چیزهاییست که ما میتونیم بکنیم. چون مردم هیچ وقت فراموش نمی کنن این هنرمند رو. که این حالا رفته یه مسافرتی هم رفته یه اجبار بوده که نباشه. ولی خیلی زن خوبیه و من خیلی دوستش دارم. خانم با کلاس هنرمند خوب. انشالله که شما بتونین اونجا کمکش کنین یادشو به گوش مردم برسونی که این هنرمندایی با شخصیت همه چیزشون رو گذاشتن واسه وطنشون برای هنرشون. بله و الان که یه ذره خب سن دیگه اینه نمیشه جلوشی گرفت. سن یه خود اجازه نمیده که بتونن بیشتر با تماس داشته باشن. خب عده دیگه که جوانتر هم مثل شما کمک بکنن اینا رو به یاد مردم بندازن که بابا یه همچه هنرمندایی هم ما داشتن، یه همچه ورزشکارایی هم ما داشتیم، یه همچه نقاشای ما داشتیم، مجسمه ساز داشتیم. ایشالله من آرزوم اون چیزی که اینا دوست دارن بهش برسن در هر جا که هست. اون به نظر من هر کس یه جور فکر میکنه به نظر من سلامت هست. عاشق‌ترین بودی برام هم حالا آخرینم بهر تو رنج آفرینم بهر تو کم خنده کن بر گریه ها پایم. اول که من رامت شدم پابسته ی دامت شدم عاشق‌ترین بودی برام هم حالا خنده کن بر گریه ها بایم. دیو سالم سال بندر به راه پویاند بر این دراهی دیو سالم سال
بر ما نظر کن تا رهیم زین گمراهی. یوسف الستار دستم بگیر و رهایم کن به راهی. یوسف الستار یالا بکن یا مطربه یا همراهی. خرد برزمین و سرشت از آین مهری، چرا کم لطفی با خود کنی و با ما بی مهری. میگی منتصب به جدت فرمان آزادی، میگم آزادگی را به کنجان تو مخجان سازی. اگه میخوای بل کنه و بره بالا هرچی که کاشتی، ببین حالا کجای راهی ولش کن هرچی کاشتی. و سوال استار تو همچون ما ره به دادار یک تایی. یوسا و بستا یالا بگو برات بخونم دعایی. یوسا و بستا سرلاحی یک تا پرستی پاکی. خواهرم سارا و برادرم آرش اینها دشت تولدی گرفتن. من میخوام اینجا از شهردار شهری که آذر در اونجا سپاسگزاری بکنم. بتون امروز میخوام اینو بگم، حالا نمیخواستم بگم ولی الان بهتون میگم. ایشون چندین سال بود که خیلی سخت زندگی میکرد، خونهش و امکاناتش خیلی سخت. حتی یک مدتی هم ایشون پنهان شده بود که حتی منم نبینمش که نخوام بهش کمکی بکنم. اینو بهتون بگم، رویش اینقدر بزرگ، تا اینکه من پیداش کردم و اینا، بعد دیدم شرایطش خیلی دشواره، خیلی هم ناراحت شدم از این قضیه و سوء استفاده ازش میشد و اینها، و خیلی ناراحت شدم که آذر شیوا در چنین جایگاه و شرایطی زندگی داره میکنه. من با شهردار شهرش صحبت کردم و اول از همه معرفیش کردم که این آذر شیوا کیست و چیست و شخصیتیست و هرکی باشن یه فرانسویست و الان تو بهشت زندگی میکنه آذر شیوا. اینا یعنی آسایشگاه بسیار مرفه و تمیز و زیبایی که پزشک همیشه داره، پرستار داره و همه خیلی خوب ازش پرستاری میکنن. به ویژه این که یه دختر خانمی هست که اصلا از پیش از اینکه ایشون به اونجا مراجعه بکنه پرستار ایشون بود به نام مونا. این دخترم خیلی فداکارانه، یعنی بدون چشم داشته مالی عاشق مراکشی هست ولی فرانسوی، آذر بود، هنوز بهش سر میزنه ولی در همون بهشتی که الان داره زندگی میکنه میبینید که روحیش نسبت به تصاویری که شما قبلا نشون دادم بهتون فرق کرده. تو این به ویژه دو سه سال اخیر و من میخوام اینجا از دوست ناظرینم که شهردار شهریست که سرکار خانم آذرشیوا اونجا تشریف داشتن سپاسگزاری بگم که به درخواست من پاسخ داد. همون موقع وقتی من ازش خواستم برای من نامه‌ای نوشت و گفت از اینکه آذر رو به ما معرفی کردی ازت متشکرم، سپاسگزارم. و بعد کلیه تمام تیم که هست در هر شهرداری داره اینو که به افراد مسلم میرسن با من تماس گرفتن و تشکر و خلاصه آذر الان داره در بهشت زندگی میکنه. توف بر این تاریخ و این زمانه که شخصیتی به این بزرگی، یعنی منم تو هیچی هم نمیپذیر وقتی من برای شما کادو چیزی میبریم اینا یا میخوارم یا برادرم، اصلا هیچ کادو هم نمیپذیره. یعنی شخصیت بزرگ و والایی داره. ولی خب این حقش بود که آسوده باشه پس از این همه خستگی ها. از زن صحبت کردیم، کسی که میتو بنیانگذارش همین آذر شیوا است. شما ببینید یک مرتیکه حرامزاده اومد وکیل مجلس اومد گفت این دختر اینجا ما زیاد داریم عرب وارد کنیم که اینا بیان دختر ما رو بگیرن. ببینید مردم چجوری ترتیبش دادن، خودش و ماشینش فرار کرد، اینو خودش اونجا ترتیبش میداد. یاد بگیرید
جنگاوران ما، اونایی که رفتن ما را از دست عراق نجات دادن، الان اینا بنده خدا پیر زندانی مشکلات دارن همشون. من با خیلی از اینا در تماسم، حتی به احترامی بچه‌هاشون بینام میکنن فلان میگن پول زندگی پول نیست بچه ها. اون بابایی که برای تو رفته جنگ ایران رو نجات داد دست تازیان، تو تا ابد باید دست شماش کنی. حالا تو که فرزندشی، تو که فرزندش هم نیستی، همسایه‌شی کسی هستی، بعد اینا رو ببرن زندان، ببین از زندان اومدن بیرون. قطار قطار داره میرن، یادش بخیر اون موقع منطقه بود، الان داره از بازداشتگاه این آقایون میان. ای خدا چی بگم؟ این آقای آهنگرام کجاست که شعر بخونه؟ ای لشکر صاحب زمان، صاحب زمان. این لشکر صاحب زمان هستش، داره از بازداشتگاه ترخیصشون کردن. بازداشتگاه ترجیش کلانتری 101 ترجیش. پلیس امنیت. ابی نداره، اون بالا سری قضاوت میکنه. شما برای ناموستون رفتین، برای وطنتون رفتین. فداتون بشم، فداتون بشم. یا علی جنگی حق مسلم ما. بله، آفرین آفرین. کرامت جنگی حق مسلم ماست. واقعا شرمتون باد. شرم بعد عزیزان من. شما دیگه اینو بدونید و آگاه باشید. با این کوچیکای کوچیکی که بهتون نشوندن باشید بدونید که ایرانی داره میره به راه آزادی و خوشبختانه همه این نیروهای چپ مپ مارکسیست پارتیست مسلمان این هم دیگه تمومه. ما ازشون شد استفاده میکنیم برای آزادی ایران و غیره، ولی اینا تمومه، چون حتی اون بچه خودشون هم با اینها نیستن. فرصت ها هم نفهمیدم غنیمت بشه، ولی شما مردم قهرمانید، آزادی بخشید، آزادی بخشید. این بچه ها، اون بچه هایی که رقص میکنن تو کلاس که سر جای خودش فراوونن، حالا اینها که میان توی شیراز محله مثل پاریس را میرن قدم میزنن. بعد بچه ها مردها کارتون میدونین جوان شما چیه؟ وقتی دختره کار رو میکنن شما باید حصار برای اینا درست کنید، محافظت کنید، تا کسی اومد بزنیدش، تا کسی اومد خواست مزاحم اینا بشه شما بزنیدش. از این بعد یادتون نره کسی مزاحم ناموستون شد، توهین کرد، حرف زد. دیدم اون آخونده یه جایی رفته بود، حتما دیدین دیگه، بخش نمیگم آخونده به چه خوشگلم بود، رفته بود یه جایی زر زیادی زده بود به یه خانمی، خانمه گفت من میام تو عمامت رو میکنم توالت مرتی که خرفلم. ملت ایران ملت شجاعیست دیگه، تموم شد اون پذیرش ظلم و ستم. حالا یادتون نره، همونطور که من از 40 سال پیش گفتم، دکتر کوروش و آریامنش عزیزم گفته بود، میگه ما اگر ایرانی هستیم میخوایم ایران آزاد بشه، این کاری که بهتون میگم باید بکنیم. اگه این کار رو نکنید بدبختی، بیچاره‌ای، الدنگی، من خودم میگم اگه نکنی، نخواستی که تو ایرانی هستی باید پارسی و ایرانی حرف بزنی. حالا میاد دنبالش گوش کن. دوم، نام‌های ایرانی باید رو بچه‌هامون بذاریم. اگرم الان اسم مزخرفی داری زود عوضش کن. میگم آقای چه اسمی تو داری بدبختی؟ غلام فلان یعنی فلانت میکنن، عبدالفلان یعنی فلانی، تو عبید یعنی فلانی، یعنی اینا چه بابا دیگه. پدر ما این اسم، اون پدرت هم اشتباه کرد، اشتباه میکنه دیگه. بابات هم اگه الان زنده بود اسم خودش عوض میکرد. این مزخرفات بذارید کنار که آقا بابای ما ننه ما برای ما یک اسم انتخاب کرد، اسم پارسی حرف میزنید، اسم پارسی انتخاب میکنید. و بعد یادتون نره بچه ها، خیلی مهمه این قضیه، وقتی میگم پارسی حرف بزنید، یزدان گواهه، سلام علیکم، یعنی دسته والا تسلیم بر شما،
همه چیز مونم پایین مال شما. سلام سلام علیکم نداری، اونم دروغه که میگن شالوم عظیم میاد و سلام صلح هست و صلح هستن خودش عربیه، صلح خودش عربیه. پس نگو سلام، بگو درود. این گروه والگت داره میگه. دوم از همه و سوم از همه بقیه واژه ها، آقا الله خدا نیست، در زبان عرب الله الهه که الف و لام حرف تعریف گرفته، یعنی بت قبیله قریش داخل کعبه که آتشگاه ایران بوده. بعد خدا در زبان عرب چی میشه؟ رب، میگیم رب العالمین، میشه خدا. خدا نیست الله، الله بته. پس تو میگی بگی الله اکبر، بعد وقتی میگه الله اکبر نمیگه تفسیری صفت، میگه ای الله بزرگتره، ای بت، ای بت من از بتای دیگه بزرگتره، لات و عزا و منات و اینا هست، اونا خردوتره، ای بزرگتره. پس اینم که از الله اید. حالا عزیزان من، شما تو نه سلام علیکم که تو درست بگونی، بعد بگذاریم که بعضی از تا یک مقطعی لجبازی میکردن، اصلا درود که میخواستی بگی میگفت من درود بگم یعنی شدم چیز از سیاوش اوستا. ما که با مهر یزدان پاک فقط خدا رو داریم، با مردم همین هم بسمونه که. شما خودت اصلاح کن. سلام 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 سلام، هر کیم برات نوشت سلام تو بگو درود بر شما، سلام خط بزن. و واژه های دیگر رو، اسم ها رو، اینها شما بدونید که تا تو این کارا رو نکنی آزاد نمیشی. که اگه آزاد بشی ولی قفل زبان تو، فلان تو، کار تو، زندگی تو، محرم باشه و سفر باشه و محرمزون باشه و نمیدونم چه باشه، که با سید با سید اولاد پیغمبر، این مزخرفات یعنی چه؟ اینها همی طالبان هن، همی داعش هن، همی خمینی هن که 124 هزار نفر رو کشتن، به دخترای ما هم تجاوز کردن، همین ها تو زندان زمان لاجوردی، زمان خمینی، همین ها کشتن، تجاوز کردن، همین الان مثل صدر اسلام. بدبخت، تو تا آدم نشی که آزاد نمیشی، تا آدم نشی آزاد نمیشی، تا آگاه نشی آزاد نمیشی. پروانه میخوام که دستان گرم همه شما مهربانیان رو بفشارم. با سپاس از برادر مهربانم مهندس امیر شجره، دستان گرم امیر شجره میفشارم براش، روزی تندرستی دارم، شاد تو. Fierté historique pour la radio ici et maintenant suite à la proposition de David Abassi, Emmanuel Macron aurait plus utilisé le mot djihadiste mais terroriste islamiste. Et quand vous dites djihadiste, vous donnez la valeur à l'individu et son acte. Comme avant eux ceux qui, depuis 2015, ont été victimes du terrorisme islamiste. Vos collègues sont tombés sous les coups d'un islam dévoyé et porteur de mort qu'il nous revient d'éradiquer. Face au terrorisme islamiste, nous mènerons le combat sans relâche. برای نشان دادن فرهنگ، هنر، تمدن و اندیشه پر افتخار ایران 7000 ساله، آثار سیاوش اوستا را به زبان‌های پارسی، فرانسوی و انگلیسی بخوانید و به دوستان و یاران ایرانی و غیر ایرانی و حتی به دشمنان هدیه بدهید. En vacances, en pause du travail, dans la file d'attente, dans le train ou dans l'avion. Achetez en un clic les livres de David Abassi sur Amazon et lisez tout de suite. Livraison instantanée. بیش از 1,000,000 صفحه آثار سیاوش اوستا را به زبان‌های مختلف با یک کلیک ببینید و بخوانید و بشنوید. ده‌ها کتاب روشنگر و تاریخی، صدها مقاله و نوشته و گزارش در نشریات نیمروز، فردوسی امروز، عصر امروز و صبح ایران. صدها مقاله با شخصیت‌های ایرانی و جهان، هزاران عکس در جایگاه‌ها
و با شخصیت‌های جهانی، هزاران برنامه رادیویی، تلویزیونی به زبان‌های فارسی، فرانسوی و تازی، ده‌ها شماره از نشریات ارشاد، هما، شهر فرنگ، کیهان جهانی، رپورتاژهای تلویزیون‌های جهانی از تلاش‌های سیاوش ارسطا، برنامه‌های اهدای نشان‌های افتخار از آکادمی‌های فرانسوی به سیاوش ارسطا.